بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان عزیز، به چینل یوتیوب اسلام تاک افغانستان خوش آمدید. با امید صحتمندی و سلامتی هر یک شما، قراره که شما خوب میدانین ما در ماه مبارک محرم قرار داریم و فردا که روز جمعه است، روز دهم محرم یا روز عاشورا است. بنابراین ویدیویی را به شما تهیه دیدیم که در مورد روز عاشورا و یا دهم محرم است. در این ویدیویی عالم بزرگ اسلام به شما میگوید که در روز عاشورا و یا دهم محرم چی کارها باید کنیم و چی کارها نکنیم و نظر کدام مردم در مورد این روز معتبر است. آیا مردم اهل تشیع یا اهل تسنن؟ پس بیاین که با هم بشنویم. اما قبل از او، اگر شما تا حال این چینل را سابسکرایب نکردین، لطفاً سابسکرایب کنین و دکمه زنگوله را هم فشار بدین و به خاطر کسب ثواب شما میتونه که ویدیوهای ما را از فیسبوک با دوستان خود شریک ساخته و در صدقه جاریه با ما یک جا شریک شوین. برادران و خواهران محترم، هر سال در روز دهم محرم شاهد اختلافات بین امت مسلمان می باشه و متاسفانه مردم در مورد این که در این روز چی باید کرد و چی نباید کرد اختلاف نظر دارند. پس در این روز دقیقاً چی اتفاق افتاده و اهمیت این روز چی است؟ بنابراین من می خواهم که کار بسیار ساده کنم و فقط به نکات اشاره کنم که همه ما سر خود را تکان داده و بگوییم بله، این نکات لازمی است که ما باید بدانیم. پس چی اتفاق رخ داده؟ در ابتدا ما چیزی در مورد دهم محرم نمی دانستیم تا زمانی که توسط حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بر ما گفته شد. اگر ایشان در مورد این روز مبارک بر ما نمی گفتند، ما هیچ چیز در این مورد نمی دانستیم و شاید که ما این روز هیچ اهمیت نمی داد. اما یقیناً که ایشان در مورد روز دهم محرم بر ما گفتند. پس ایشان در مورد این روز چی گفتند؟ وقتی که اونها به مدینه منوره رسیدند، یهودیان مدینه، یهودیان، جامعه یهودیان مدینه، نه لزوماً تمام یهودیان بلکه کسانی که در مدینه منوره بودند، آنها این روز روز دهم محرم را روزه می گرفتند و زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پرسیدند که اینها چرا روز دهم محرم روزه می گیرند، اونها گفتند که روز دهم محرم روزی است که حضرت موسی رضی الله تعالی عنه نجات یافتند. در این مورد اختلاف نظر وجود داره که از کی نجات یافته، از فرعون نجات یافته یا از کسی دیگه، اما اکثر مردم میگویند که از فرعون نجات یافت. پس حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند که حضرت موسی علیه السلام برای ما هم معتبر است، پس سزاوار است برای ما که این روزه روزه بگیریم. و همچنان ایشان فرمودند که اگر سال بعدی هم زنده ماندم، می خواهم که روز نهم و دهم محرم، یعنی دو روز را روزه بگیرم تا باشد که فرق بین ما و جماعت یهودیان باشد. پس سبحان الله، یکی از اهمیت این روز همین است که پیروزی مظلوم را بر ظالم جشن بگیریم و درس را که از این واقعه آموختیم بسیار واضح است و بیشتر از یک درس برای ما است. یعنی هرگاه هر یکی از ما مظلوم باشیم، تا ابد باقی نخواهد ماند. روز خواهد رسید که شما پیروز خواهید شد. واو، سبحان الله، این پیام مرا بسیار خوشحال می سازد و بسیار هیجان زده می سازد. پس روز خواهد رسید که پیروز خواهید شد و همه چیز تغییر خواهد کرد. روزهای سخت و دشوار تا ابد نمی ماند. بدون شک که الله سبحانه تعالی روزهای راحت را در نصیب شما خواهد کرد. و همچنان برای کسانی که ستمگر هستند، برای کسانی که ظالم هستند، اونا که به مردم ضرر می رسانند، به مردم آسیب می رسانند و زندگی را بالایشان سخت می کند و از مردم سوء استفاده می کند، روزهای اونا هم خواهد رسید. اما بهتر است که به الله رو بیاری. پس برخلاف فرعون که او به الله رو نیاورد و مورد عذاب الله قرار گرفت، پس همه ما باور داریم که این روز پر اهمیتی است و روزی است که مظلوم بر ظالم پیروز می شود و اکثر مردم به این باور هستند که روزه گرفتن در این روز سنت است. فرض نیست، اما سنت است. اما این بهتر است که دو روز را روزه بگیریم و یا اگر شما تنها یک روز را روزه می گیرین، این هم قابل قبول است. پس قرنهای بعد
بعد از زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یکی از نواسه های پیغمبر مبارک الحسین ابن علی رضی الله تعالی عنه به شهادت رسید. بله، در همان روز مبارک به شهادت رسید. اما توسط کی؟ توسط اشخاصی که اونها هم صحابه بودند و اونها هم مسلمان بودند. اونها هم کلمه شهادت را می خواندند و خود را مسلمان خطاب می کردند. اونها هم نماز می خواندند. اما منافقان آنها را به جنگ واداشتند. من بسیار کوشش میکنم که این واقعه را بسیار به شکل ساده بیان کنم. پس دو گروه مسلمانان بودند و منافقان در بین قرار گرفتند و اینها را مجبور به جنگ کردند تا با یکدیگر بجنگند و یکی دیگر را قتل کنند، تا جایی که این حادثه منجر به قتل و یا شهادت الحسین ابن علی رضی الله تعالی عنه شد. او یکی از بزرگترین اصحاب کرام حسین ابن علی رضی الله تعالی عنها، پسر خلیفه چهارم اسلام، پسر بچه کاکای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، اما از همه نخستر نواسه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پسر دختر پیغمبر. ما به واقعیت که به خاطر این حادثه هر سال غمگین می شویم، هر زمان که به یاد میاریم غمگین. نه تنها فقط در این وقت سال، بلکه در تمام سال هرگاه که به یاد میاریم از این حادثه جگرخون می شویم. اما حرف مهم در کجاست که ما هنوز هم از این حادثه درس نیاموختیم. ما هنوز هم با یک دیگر جنگ میکنیم و یکی دیگر را قتل میکنیم. اما در نخست چیزی که در مورد این حادثه بسیار مهم است، درسی که از این حادثه گرفته می شود، درسی که من تذکر دادم، پیروزی مظلوم بر ظالم، و همزمان درسی در مورد منافقان که بین ما قرار می گیره و ما را به جنگ می اندازد. ما در هر دو جانب شهادت می خوانیم، پس چرا ما یک دیگر را قتل می کنیم؟ چرا ما از یک دیگر اینقدر نفرت داریم؟ چرا در بین این امت نفرت جا گرفته؟ این چیزی است که ما در موردش باید تفکر کنیم. اگر شما با واقعیت که در مورد این حادثه فکر میکنید و واقعیت که با خداوند صادق هستید و به دین خداوند صادق هستید، از این حادثه که بالای الحسین ابن علی صورت گرفته یک درس می آموزین، نه اینکه این حادثه را یک حادثه نفرت انگیز بین امت مسلمان بسازید. مردمی هستند که در این روز میخوان که جشن بگیرن و غذا تقسیم کنند و نوشیدنی تقسیم کنند. ما به این باور هستم که یک کار ساختگی است، کار جعلی است. ما شخصا این کار انجام نمیتم. و کسانی هستند که میگویند این روایت کدام اشکالی ندارد، خواست شما که این کار را میکنید یا خیر. اما ما باور دارم که این روایت جعلی است. در اسلام در هیچ هنگامی در مورد خوردن و نوشیدن چیزی گفته نشده مگر در دو عید. اما ما شخصا به این باور هستم که در این روز خوردن و نوشیدن و جشن گرفتن کار لازم نیست. اما ما با شما جنگ نمیکنم. اگر شما این رقم عقیده دارید، با عقیده خود باشید. من هیچ کاری با شما ندارم، چرا که من از این واقعه درس آموختم. حرف مهمتر در مورد این است که یکی دیگر را ضرر نرسانیم و یکی دیگر را قتل نکنیم. و در مقابل اشخاص دیگری هستند که بسیار افسرده می شوند و غمگین می شوند و به این باور هستند که نباید در این روز مراسم ازدواج داشته باشند و کالای سیاه به تن می کنند و خود را می زنند و شکنجه می کنند. به نظر من این کار هم ساختگی است. پس ما نکته اساسی را در اینجا از یاد بردیم. نکته مهم در این مورد که یکی دیگر را دوست داشته باشیم و با یکی دیگر مخالفت نکنیم و یکی دیگر را قتل نکنیم. اما هنوز هم ما ایراد نیاموختیم. هنوز هم در قلبهای ما نفرت وجود داره. هنوز هم ما یکی دیگر را نمیپذیریم. هنوز هم ما آماده ای هستیم که یکی دیگر را از بین ببریم، یکی دیگر خود را قتل کنیم. در مورد موضوعاتی که ما اختلاف نظر داریم، میخواهیم که یکی دیگر را قتل کنیم. برادران و خواهران، ما برای شما میخواهیم بگویم که مهم نیست که شما مربوط کدام فرقه میشوین، اما کوشش کنین که یکی دیگر را قتل نکنین. شاید شما به این باور باشه که نظر شما درست است. درست است. نظر خود را حفظ کنید. هر انسانی حق داره که نظر خود را درست فکر کند. ما هم به عقیده هستم. پس شما باید که اعتماد به نفس داشته باشین و نظر خود را که درست می فرمایید باید شواهد مدارک پیشکش کنید و نظر خود را درست ثابت کنید. حتی وظیفه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیام رساندن بود. پس ما هم یکی از پیروان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم. ما هم باید که پیام را برسانیم.
ما همیجا حاضر شدم که همی پیام به شما برسم. اهمیت روز دهم محرم را که در درجه اول پیروزی مظلوم بر ظالم است و همچنان داستان حضرت موسی علیه السلام و همچنان روزه گرفتن این روز مبارک که در احادیث صحیح ذکر شده و همچنان هر آن چیزی که در تاریخ رخ داده او باید که بر ما یک درس باشد. اما متاسفانه که ما این درس با خود نمیگیریم، ما از این هیچ عبرت نمیبریم و در این روزهای مقدس بسیار سر و صدا برپا میکنه و هدف اصلی این روز مبارک کاملا از یاد میبره. خداوند ما را کمک. پس برادران و خواهران محترم، هر آن چیزی را که شما انجام میتید باید که ای باور داشته باشید که ما همه ما یک امت هستیم، یک امت مسلمان. همه ما کلمه شهادت را میخوانیم و انشاءالله که همه کلمه شهادت در روز آخرت به خاطر نجات ما خواهد. پس این وظیفه ما بود که این پیام را بر شما برسانم و هیچ یکی از اتفاقی که در این روز مبارک افتاده ما او را کوچک فکر نمی کنم. حضرت حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه یکی از قهرمانان بود، یکی از قهرمانان ما، یکی از قهرمانان امت مسلمان. پس اهل بیت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم باید از خانواده خود ما مهمتر باشد. اما در آخری را فراموش نکنه که از این واقعه چی درسی را می آم. آیا هنوز ما بدام او منافقان میافتیم که ما را مجبور میکنند تا یکی دیگر را بجنگیم و یکی دیگر را از بین ببریم، و یا ای که ما با اعتقادات و عقیده خود باشیم و با یکی دیگر احترام بگذاریم؟ دعا میکنم که خداوند سبحان و تعالی کمک ما کنه. انشاءالله که پیام را به شکل درستر به شما رسانده باشم و پیام مرا اشتباه درک نکرده باشم.